بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم هست دوست گرامی. به ادامه مبحث قبلی ارتباط حقوق تطبیقی با مطالعه خارجی را به بحث میگیریم. ما گفتیم که آگاهی از حقوق خارجی مطالعه تطبیقی محسوب نمیشه. قبلا پیرامون این موضوع معلومات ارائه شد، ولی یک نکته فراموش نکنید دوست عزیز که آگاهی از حقوق خارجی از جمله پیشفرض ها و پیششرط های مطالعات تطبیقی می باشه. به این معنا که وقتی شما به یک کشور سفر میکنه، به چین سفر میکنه، به هند، به آمریکا، با برخی از قواعد و مقررات آگاهی حاصل میکنیم، آشنا میشیم و این آگاهی سبب میشه که شما کنجکاو بشیم و مطالعات تطبیقی انجام بدیم. پس دوستای گرامی، با وصف این که آگاهی از حقوق خارجی مطالعه تطبیقی محسوب نمیشه، نکته را فراموش نکنیم که از جمله پیششرط های اساسی مطالعات تطبیقی آگاهی است و اگر ما آگاهی از حقوق خارجی نداشته باشیم، مطمئنا که مطالعات تطبیقی مان خیلی مثمر و خیلی دقیق نخواهد بود و شاید بسیاری از موارد ما اصلا کنجکاو نشیم و یا کدام مطالعه را انجام ندیم. به تعقیب این مبحث، ما ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل خصوصی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ابتدا دوستان گرامی، از ما و شما تعریف حقوق بین الملل خصوصی را پرسان می کنیم. حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین و قواعد و مقررات ملی اطلاق میشه که روابط خصوصی افراد را در زندگی بین المللی تنظیم میکنه. هر وقتی که در یک موضوع خصوصی عنصر خارجی دخالت داشته باشه و آن موضوع بیش از یک نظام حقوقی ملی مرتبط باشه، حقوق بین الملل خصوصی تعیین میکنه که کدام یک از نظام ها نسبت به موضوع مذکور قابل اعمال می باشه. فرض بر این میگیریم که یک تبع افغانستان که ای دو یا سه زن داره، شما میدانیم دوست گرامی که مطابق قوانین نافذه کشور ما و شریعت اسلامی یک مرد میتونه همسرمان چهار زن داشته باشه، مشروط بر این که همو شرایطی که اسلام تعیین کرده، قوانین تعیین کرده، همو شرایط داشته باشه. و ممکن که تعدد زوجات در بسیاری از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، به حال منظور کشورهای غیر اسلامی هست، محدودیت های در زمینه وضع شده باشه در قسمت تعدد زوجات و این تبع افغانی که ممکن دو خانم از یک تبع افغانستان باشه و در تبع کشور دیگر باشه و بالاخره در کشور فرانسه زندگی بکنه، وقتی اینا با مشکل مواجه میشن و برحال مراجع میشه به دادگاه و با استفاده از واژه توصیف که شما در حقوق بین الملل خصوصی خواندیم یا میخونیم، برحال مشخص میشه که دقیقا مطابق کدام قانون با کدام کشور در کدام دادگاه قضیه رسیدگی بشه و برحال کدام مرجع زی سلامی باشه. بسیار ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل خصوصی بسیار نزدیک است و تنگاتنگ است. با وصف این که اینا خیلی ارتباطات نزدیک دارند، باید این قبول بکنیم که حقوق تطبیقی از حقوق بین الملل خصوصی جدا می باشه و یه هر دو تا قلمرو جداگانه دارند. سگرمی، وقتی میگیم که حقوق بین الملل خصوصی روابط خصوصی افراد را در زندگی بین المللی تنظیم میکنه، اینجاست که دوست گرامی نیاز ما برم داریم، شما حقوقدانان، شما قضات، شما وکلای مدافع، شما مشاورین حقوقی، که با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی نظام هایی که به هر حال در زمینه زیردخیل می باشه مورد مطالعه قرار بدیم. وقتی یک تبع افغانستان در فرانسه با مشکل مواجه میشه، شما با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی نظام حقوقی افغانستان مورد مطالعه قرار میدیم که آیا
من حیث قاضی فرانسوی، من حیث قاضی آلمانی، آیا تعدد زوجات در افغانستان هست یا نیست؟ آیا محدودیت در حوزه در خصوص تعدد زوجات در فرانسه وجود داره یا نداره؟ آیا در فلان کشور فلان ماده که استناد میشه هست یا نیست؟ اینجاست که دوستای گرامی، رابطه این دو رشته بسیار با همدیگر نزدیک است و لازم و ملزوم همدیگر می باشند و هر دو سبب می شوند که به هر حال مشکلات افراد در سطح بین الملل تنظیم بکنند و حقوق بین الملل خصوصی جزء حقوق مثبته نظام ملی تلقی می شود. خب ای بود از حقوق ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق تطبیقی. اگرچه که شما حقوق بین الملل خصوصی را در قالب دو سمستر انشاءالله مورد مطالعه قرار میدیم و به شکل گزارا و خیلی مختصر خدمت شما ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل خصوصی گفته شد. امیدوارم که انشاءالله تعالی حل مطلب شده باشه. و مبحث دیگری که داریم دوست گرامی، سومین مبحث ما، شما ابتدا ما ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق خارجی خواندیم و تعقیب از او ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل خصوصی خواندیم و اکنون ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل عمومی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. خب ابتدا از ما تعریف حقوق بین الملل عمومی را پرسان میکنم که حقوق بین الملل عمومی چی باشد؟ حقوق بین الملل عمومی مجموع قواعد و اصولی است که ناظر بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی می باشند. بعضی از علمای حقوق به این باورند که حقوق بین الملل خصوصی با حقوق تطبیقی رابطه بسیار نزدیکی دارد، اما حقوق بین الملل عمومی با حقوق تطبیقی ارتباطات خیلی نزدیکی نداره. ولی دوست گرامی، ما و شما میگیم که ارتباطات نزدیکی داره. چرا؟ به خاطر اینکه تمام معاهدات بین المللی وقتی ترتیب میشه، تنظیم میشه، وقتی مورد قبول کشورها قرار میگیره که مطالعه تطبیقی انجام شده باشه، در غیر آن با مشکل مواجه میشه. تمام معاهدات، تمام اعلامیه ها، تمام کنوانسیون ها مطمئنا که با مشکل مواجه میشه. باید تمام محدودیت های موجود در قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار بگیره و متناسب با آن محدودیت ها متن معاهدات تنظیم گردد. حالا دوستای گرامی، وقتی ما شما صحبت از کنوانسیون حقوق طفل میکنیم، صحبت از کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی میکنیم، صحبت از کنوانسیون های منع شکنجه میکنیم، حمایت از حقوق زنان میکنیم و همونطور پیش بریم، اینا چی وقت مورد پذیرش کشورها قرار میگیره؟ وقتی که قبل از تنظیم این معاهدات تمام کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، اروپایی، کشورهای سوسیالیستی همگی مورد مطالعه قرار بگیره که به هر حال این کشورها روی چی مسائل خیلی حساس هستند، شاید قبول نکنند این کنوانسیون و یا این معاهده. به هر حال دوست گرامی، وقتی این معاهدات میتونه موفق باشه که مطالعات تطبیقی انجام شده باشه. به عنوان مثال وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم میشه و به هر حال به اختیار جامعه انسانی قرار میگیره، قبل از تنظیم از او با استفاده از مطالعات تطبیقی تمام کشورها مورد مطالعه قرار گرفتند. کشورهای اسلامی، وقتی کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار دادند، گفتند که باید طوری تنظیم بکنه که این اعلامیه جهانی حقوق بشر با مذهب آنها، با منبع حقوقی آنها که همان قرآن کریم هست، نباید مغایرت داشته باشه. باید با آنچه که کشورهای اسلامی برای از نوع ارزشمند هست، باید در این اعلامیه هم حفظ بشه.
در غیر از او ما نمیتونیم ایلمی جهانی نام از او بگذاریم. به موی ترتیب با استفاده از مطالعات تطبیقی کشورهای هندویزم را مورد مطالعه قرار دادم. گفتن ما وقتی میتونیم که نام از ایلمی جهانی بگذاریم که کشورهای هندو اید بپذیرند و آنچه که مقایرت داشته باشه با مذهب هندو نباید در این اعلامیه گنجانیده بشه. به همین ترتیب کشورهای عیسوی مذهب را مورد مطالعه قرار دادم. با استفاده از چی؟ با استفاده از مطالعات تطبیقی که نباید موادی از این اعلامیه مقایرت داشته باشه با اصول و اخلاق و مذهب عیسوی ها. پس دوستای گرامی، فراموش نکنیم که ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل عمومی نزدیک است. بسیاری از کنوانسیون ها و اعلامیه ها وقتی جنبه جهانی رو برخو میگیره که با استفاده از مطالعات تطبیقی تمام کشورها مورد مطالعه قرار گرفته باشند. به عنوان مثال ما اعلامیه حقوق بشر کشورهای اسلامی رو داریم که در این اعلامیه صرفا کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته. ایران، افغانستان، ترکیه، پاکستان، عربستان و فلان کشور اسلامی. بنابراین ما این اعلامیه را نمیتونیم اعلامیه جهانی بگذاریم، چرا که این اعلامیه شاید با بعضی از مسائل مذهبی هندو و یا عیسوی و یا یهود و یا فلان کشور مقایرت داشته باشه، آنها ایر نمیپذیرن. به همین ترتیب اگر اعلامیه حقوق بشر کشورهای هندویزم ما داشته باشیم برای کشورهای اسلامی قابل قبول نیسته. به عنوان مثال در اعلامی مثال بزنم برای شما، در اعلامی حقوق بشر کشورهای هندویزم آمده باشه که خوردن گوشت گاو حرام است یا نمیتونم خوردن گوشت گوسفند حرام است، آیا ما شما میپذیریم؟ مطمئنا که نمیپذیریم. پس مورد قبول ما شما واقعی نمیشه. در مجموع میگیم که حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل عمومی هم ارتباطات نزدیک داره و بسیاری از کنوانسیون ها و اعلامی ها بر اساس همین مطالعات تطبیقی شکل گرفته است. مبحث دیگری داریم دوستان گرامی، ارتباط حقوق تطبیقی با تاریخ حقوق. تاریخ حقوق علمی است که پیدایش، تکامل، تحول نهادها، مفاهیم و مقررات حقوقی را در فرایند تاریخی مطالعه می کند. تاریخ حقوق و حقوق تطبیقی باعث می شوند که برداشت ما و شما از نظام های حقوقی، تحلیل ما و شما بسیار عمیق باشه و دقیق باشه. ما و شما هیچگاه پیش‌داوری نکنیم و هیچگاه بر حال بدون دلیل و بدون استدلال ادعا نکنیم که فلان نظام خوب هست و فلان نظام بد هست، فلان نظام از فلان نظام اقتباس شده. وقتی ما شما میتونیم استدلال بکنیم که تاریخ حقوق را مطالعه کرده باشیم، حقوق تطبیقی با استفاده از مطالعات تطبیقی سایر نظام ها را مطالعه کرده باشیم. برداشت ها و نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و از تاریخ حقوق دوست گرامی برای هر دو رشته استفاده میشه. یعنی که هر چقدر ما شما تاریخ حقوق را مطالعه بکنیم، هر چقدر ما با استفاده از حقوق تطبیقی کشورها را مورد مطالعه قرار بدیم، به هر حال سبب میشه که برداشت ما نسبت به هر دو عمیق بشه. یک نکته که خیلی قابل بحث اینه دوستان گرامی که تاریخ حقوق معمولا گذشته مورد بحث و بررسی قرار میده. تاریخ حقوق در حالی که مطالعات تطبیقی نظام های حقوقی امروزه مورد مطالعه قرار میده. خب از اونجایی که این بحث کمی پیچیده هست، ادامه بحث رو به جلسه ششم میگذاریم و جلسه ششم میشه به جلسه هفتم میگذاریم و جلسه ششم رو
در همین جا ختم میکنید سیکل. سپاس از حضور شما.